خب دوستان عزیز در این قسمت از برنامه توجه شما رو جلب میکنیم به گوشه ای از بازتاب های جهانی قیام و گزارشی از همکارم سیروس امیدی سلام به شما بفرمایید بله با تشکر از شما و با سلام به بینندگان عزیز سایت اف بین یه گزارش 14 صفحه ای شامل اسم و مشخصات دستگیر شدگانی که در معرض اعدام هستند رو منتشر کرد تو این گزارش توضیح داده شده که دست کم 26 نفر در ارتباط با اعتراضات سراسری در ایران به دنبال روندهای قضایی ساختگی به شدت ناعادلانه در معرض خطر جدی اعدام هستند از این 26 نفر حداقل 11 نفر به اعدام محکوم شدند و 15 نفر هم به دیگر جرایم بزرگ متهم شده و در انتظار یا تحت محاکمه هستند اینم اضافه کنم که این گزارش همراه است با بیوگرافی هر فرد دستگیر شده علاوه بر این اف بین الملل، فهرست افراد دیگه ای رو هم که در ارتباط با اعتراضات سراسری در معرض خطر اعدام هستند رو منتشر کرده و در یه بیانیه دیگه اف بین الملل از دولت انگلستان خواسته که به پایان دادن به بحران مسئولیت مقامات رژیم از مجازات و حمایت از زنان و دختران ایران کمک بکنه این خلاصه بود از گزارش مفصل اف بین الملل در مورد درخواست عفه بینوملل از دولت انگلستان برای لقب مسئولیت دولتی حکام خونریز دیکتاتوری ولایت فقی معاون وزارت خارجه آمریکا گفت حقوق بشری که توسط رژیم ایران نقض می شود نباید بی مجازات بماند ماریو دیاز بالارت نماینده کنگره آمریکا هم در همین زمینه اعلام کرد آخوندهای قاتل در ایران معترضان را میکشند تا مخالفان را خاموش کرده و تسلط نامشروع خود را بر قدرت حفظ کنند این ارازل اوباش باید پاسخگوی جنایات خود باشند مردم ایران آزاد میشوند و کسانی را که در کنارشان ایستادند به یاد خواهند داشت گزارشی هم داریم از المانیتور که گفته رژیم از اعدام به عنوان ابزاری برای ترسوندن مردم استفاده میکنه المانیتور تو این گزارش از جمله نوشته اعتراضات ایران وارد چهارمین ماه شد و در حالی که اذات بدنام محاکمات صحرایی و اعدامهای ساختگی را رهبری میکنند فعالان حقوق بشر زنگ خطر را به صدا درآورده و میگویند حکومت ایران از مجازات اعدام به عنوان ابزاری روباور برای سرکوب جنبش اعتراضی استفاده می کند. عفه بین الملل و گروه های مدافع حقوق مردم ایران نسبت به نه نفر دیگر که به طور رسمی با اتهامات اعدام محکوم شدند ابراز نگرانی کردند. این هم گزارشی بود از المانیتور میرسیم به یک سوال توفنگ های ای که این روزا در دست هر بسیجی سرکوبگر و گاه کم سن و سالی هستش که برای سرکوب مردم به خیابان ها گسیر شده از کجا به دست دیکتاتوری حاکم بر میهنمون رسیده سلاحایی که قرار بوده کشنده نباشند اما تا حالا متاسفانه تعداد نامشخصی از هموطنانمون با همین سلاح های ساچ بزن به شهادت رسیدند. تو همین رابطه خبرگزاری فرانسه در یک گزارش افشاگرانه اعلام کرد مهمات ساخت اتحادیه اروپا علیه معترضان ایرانی استفاده شده است در شرایطی که سه ماه از آغاز اعتراضات در ایران می‌گذرد تیم ناظران در حال بررسی استفاده از است تفنگ‌های ساچمه‌ای توسط نیروهای امنیتی در ایران بوده است این سلاح‌ها ساخت کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستند در ادامه این افشاگری خبرگزاری فرانسه بد نیست یادآوری کنم که در یک مورد مشابه آمریکا هم یک شرکت چینی تولید کننده دوربین های امنیتی و تشخیص چهره رو به تام انتقال فناوری ساخت آمریکا به سپاه پاسداران تحریم کرد. قانونگذارهای آمریکایی ابراز نگرانی کردند که رژیم از این فناوری برای کمک به سرکوب اعتراضات استفاده بکنه. البته واقعیت اینه که این نگرانی حالا دیگه به یک موزل جدی برای مردم به پاخواسته ایران تبدیل شده. گزارش افشاگرانه بود از خبرگزاری فرانسه و اما آخرین خبر گزارشی هست از پاکس نیوز در مورد ضرورت اخراج رژیم از ملل متحد که قسمت هایی از اون رو براتون میخونم سرکوب اعتراضات توسط حکومت ایران که دهها کودک را کشته فراخوانهایی را برای اخراج این رژیم از سازمان ملل برانگیخته است از زمان آغاز اعتراضات یعنی از سه ماه پیش تا کنون پنجاه کودک یا بیشتر جان خود را از دست دادند. شورای ملی مقامت به فاکس نیوز دیجیتال گفت زمان آن فرا رسیده که جامعه جهانی در کنار مردم ایران بیستد اراده آنها را بپذیرد حق مقاومت و دفاع از خود را به رسمیت بشناسد این کار را میتوان با بستن سفارتخانه های رژیم و قرار دادن سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی و پایان دادن به مسئولیت آنها انجام داد شورای ملی مقاومت به ماده شش منشور سازمان ملل اشاره کرد و به فاکس نیوز دیجیتال گفت سازمان ملل باید از این هم فراتر برود و رژیم ایران را از کل سازمان ملل بیرون کند در ماده شش منشور ملل متحد آمده که یکی از اعضای سازمان ملل که به طور مداوم اصول مندرج در منشور حاضر را نقض کرده ممکن است به پیشنهاد شورای امنیت توسط مجمع عمومی از سازمان ملل اخراج شود ممنون از همراهیتون گزیده ای بود از جدیدترین بازتاب‌های بین‌المللی قیام بزرگ مردم ایران. بله ممنون از سیروس امیدی و گزارشی که تهیه کرده بودی. خیلی ممنون.